سلام، برنامه تحلیلی سیاسی زاویه. من محمد نصیر فیاض با اتفاق همکارانم تا یک ساعت بعد میزبانی برنامه خواهد بود. مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان در پارلمان افغانستان، آقای گلپاشای مجیدی، عضو مجلس نمایندگان در پارلمان افغانستان، و جناب آقای جاوید کوهستانی، روزنامه‌نگار، در بحث ما هستند. موضوع مورد بحث ما بررسی عوامل و فاکتورهای افراطیت و ارزیابی بحثی که فعلا در کنفرانس چند روزی که در وزارت خارجه پیرامون از این موضوع اختصاص یافته خواد بود، و طبق معمول یک گزارش مرتبط با موضوعی که همکارم لطیف محمود تهیه کرده داریم. بعد از دیدن گزارش برمیگردیم به استودیو. بس خودم شما ادامه میدیم. بررسی چگونگی ایجاد و گسترش عوامل افراطیت در افغانستان پس از جنگ. پرداخت گذرا بر چگونگی شکل دهی مبانی هدفمند تندروی و افرادگرایی در جغرافیای بنام افغانستان از سوی آدرس های معلوم و مشخص به مثابه گرهگاه تأمین منافع استراتژیک شد. بدون اغماز، علی‌رغم قانونمداری و اصولگرایی در جهان، دایره پرخم و پیچ و برنده افراطیون تعمیم و گسترش پیدا کرده است. حملات هوایی 11 سپتامبر بر برج‌های تجارتی ایالات متحده آمریکا و حملات هوایی و زمینی بیشتر از چندین دهه یهودیان اسرائیل بر مردم مظلوم فلسطین را میتوان از مصادیق بارز و قدرت نمایی نمادین افراطگرایی در جهان برشمرد. بنابراین امروزه پدیده افراطیت در جهان دایره مهلک و برنده خود را بر دامنه بیشتر سرزمین‌ها گسترانده است. در اینجا بنابر صعود گراف توهم و تهدیدات جدی بین‌المللی ناشی از گسترش این فاکتورها، لازم است تا این نگرانی تقریبا جهان شمول را در دایره کوچکتر جغرافیایی تحت تسلط پاکستان و ایران و مسابقه منابع تزریقی فاکتورهای افراطگرایی و تروریسم به افغانستان در دو بعد داخلی و خارجی آن مورد ارزیابی قرار دهد. بعد داخلی، گفتار اول. نبود یک اندیشه واحد و رهنمای ملی که تعریف کننده هویت ملی و منافع ملی من باشد. گفتار دوم، فقدان حاکمیت بایستی قانون و کمرنگی نظارت در افغانستان از عوامل اند که زمینگیری افراطیت در این کشور را تداوم بخشیده است. مبحث اول، شکلگیری هویت‌های متفاوت و بعضاً با ارزش‌های ضد و نقیض و پیشینه پرخم و پیچ در ساختار به نام دموکراتیک باعث ایجاد جو افراطیت گردید است. جزء اول مبحث اول، سرکشی ها و عدم هماهنگی نیروهای ناتو با قوای مسلح افغانستان به ویژه در عملیات های تصفیهوی شبنگام. بود خارجی، گفتار اول. جغرافیای افغانستان به مسابه نقطه استراتژیک منطقه مرکز مناسب است برای لانه‌گذاری افراطیون و حامیان منطقه جهانی شان. گفتار دوم، طی چند دهه اخیر افغانستان نقطه آغازین فرایند تحقق اهداف قلهای جهان، گاه از مجرای دیپلماتیک و یا فشار و بعضن با ایجاد جریانات افراطی. بدون شک پدیده افراطگرایی ابعاد گسترده دارد و نمیتوان با الفاظ کوتاهی به آن پرداخت. ریشه های افراطیون چی در افغانستان و جهان غالبا از نارضایتی ها، آزادی های مطلق و فاحش و تحمیل نمودن دیدگاه ها میگیرند. و اما گاهن به گونه اوریان معلوم گردیده که حلقات افراطی در واقع جریانات و ترفندهایی ساخته شده اند برای تعمیل اهداف شوم و غرض‌آلود برخی از کشورهای منطقه. دقیق 10 سال از جنگ تقریبا به هدف و ظاهرا گنگ و نامعلوم در مرزهای افغانستان و پاکستان جریان دارد. از سوی فلسفه حضوری قوتهای خارجی در افغانستان را نیز زدودن پدیده افراطیت توجیه نموده است. اما سوال کلی این است که 10 سال تمام از مبارزه حکومت افغانستان و ناتو با تندروها میگذارد.
میلیاردها دلار در این راستا هزینه گریده، هزارها انسان جان و مالشان را از دست دادند، ولی نتایج نسبی اقناع‌کننده را نیز در قبال نداشته است. حالا حکومت افغانستان با دوستان خارجیش در نظر دارد تا عوامل ایجاد و گسترش افراط‌گرایی را در افغانستان به بررسی کند. رنگین داد فرسپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، در گفتگو با بی بی سی: مقامات در افغانستان تصمیم گرفتند که عوامل افراط‌گرایی و نارضایتی مردم از حکومت این کشور را ریشه‌یابی کنند. به نظر می رسد این خیلی مضحک است که اضافه از 40 کشور به شمول افغانستان و با تجهیزات زمینی، هوایی و دریایی خیلی مدرن درگیر مبارزه با تروریسم است. اما تا کنون تعریف مشخص از پدیده تروریسم و عوامل افراط‌گرایی ندارد. تا کنون چندین استراتژی از سوی استراتژیست های افغان و آمریکا و تکنیسیان های نظامی استخباراتی این کشورها در این خصوص طرح و تدوین گریده، اما همچنان بر روی کاغذ باقی مانده و تاثیرگذاری بایستر را نداشتند. ما تصمیم داریم تا القاعده را در افغانستان و پاکستان شکست بدیم و از اراده شومی آن جلوگیری کنیم. در آینده ما باید القاعده را از مخفیگاهش بکشیم. ما القاعده را تواناییش را از بین ببریم که او بتانه حکومتها را سقوط بده و ما باید افغانها را توانایی زیر بتیم که اونا بتانه تصمیم خود را بگیرن و آینده خود را تامین کنن. اما اگر با نگاه متفاوت و با تعمق به نفس افراط‌گرایی در قرن 21 پرداخته شود، بعضا دول قدرتمند و فایده باور با توسل به ایجاد حلقات مستعار باتون راو به منظور رسیدن به مقصودشان به بازی‌های تحت پوششی و استخباراتی مبادرت می‌ورزند، که در واقع این چنین رویکردها بازی‌های سیاسی دورویه را نیز در پی می‌داشته باشد. ما در واقع با دولت‌ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم و طرف شد. در نتیجه با تعمق در پی دریافت راهبردهای عینی رهایی افغانستان از پنجال افراطیون باید بود. دقیق 30 سال است که افغانستان قربانی است و درگیر جنگ‌های تحلیلی و جغرافیایی است برای تحقق آرمان‌های کشورهای بزرگ. در این زدوبندها واقعا افغانستان نتوانسته است یک هویت ثابت و مبتنی بر اراده افغانها را به نمایش بگذارد. افغانستان غالبا در تعاملات دهه‌های اخیرش وسیله بوده نه هدف، و با تأسف زحمت‌های این کشور هرگز نتوانستند در داد و ستدهای سیاسی اقتصادی جایگاهی را برای خود تعریف و تعیین کند. از این رو بایستی تعیین راهبردهای استراتژیکمان را با تغییر 180 درجه شکل دهیم و با توسل بر رویکردهای خودباوری قدرت‌های افغانیزه را به وجود بیاریم و مبتنی بر آن با آینده غیر وابسته و به معنای واقعی کلمه مستقل مستقل باشیم. تحلیل از همکارم لطیف محمود بود که پیرامون بحث امشب تهیه کرده بود و همکار تکنیکی ما جناب آقای عبدالقدیر میرزایی مدیر بخش خبر از استدیو خبر با ما وصل ساختن و تازه ترین یافتای اونا را هم پیرامون بحث امشب با شما شریک خواهد ساختیم. جناب آقای میرزایی اگر صدای ما را بشنوید، سلام به شما. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما، مهمانان برنامه و بیننده گرانقدر تلویزیون آریانا. طبق معمول اگر بفرمایید تازه ترین رویدادهای خبری امشب چی بود؟ امروز دولت افغانستان و جامعه بین المللی 7 برنامه ملی را برای تمویل دولت افغانستان برای آقای مرزایی سلام رو بشنوین. ببخشید نمیره سر میگیریم. بله یک دقیقه صبر. اثر امیر اصابه امیر انانت انانس شد امیر چیر انانس بیخی اثر میتیم هم گزارش که پلی میشه اونجا تو همون قسمت ها بگیرن بعد از باز انانس اثر میگه. نه من اقل راحت استیمت باشم. شروع کنم تحلیل از همکارم لطیف محمود بود که پیرامون بحث امشب تهیه کرده بود. البته همکارای تکنیکی ما جناب آقای عبدالقدیر میرزایی مدیر بخش خبر از استدیوی خبر با ما وصل ساختن و تازه‌ترین یافتای اونا را هم در ارتباط با موضوع باش ما شریک خواهیم ساختیم. جناب آقای میرزایی
اگر صدای ما را بشنوید سلام باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان برنامه و بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا. طبق معمول میشه بگوین که یافته‌های خبری امروز در رسانه‌ها چی بود؟ امروز دولت افغانستان و جامعه بین المللی هفت برنامه ملی را برای تمویل مالی دولت تصویب کردند. البته این اولین باری بود که پس از ماه نوامبر سال 2011 بورد مشترک هماهنگی و نظارت تشکیل جلسه داد. برنامه های تصویب شده در قدم اول به توسعه اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشت، اما شامل یک برنامه مختص برای نظارت و بهبود وضعیت حقوق بشری تمام افغانان نیز می باشد. از سوی دیگر سازمان امنیت و همکاری اروپا قضیه افغانستان را در اولویت کاریش قرار می دهد. لیتوانیا که ریاست دوره‌ای سازمان را به عهده گرفته گفته که در راستای هماهنگسازی همکاری های بین المللی برای تامین ثبات در افغانستان باید تلاش های بیشتر بکنه. و دومین روز اجلاس دانشمندان و کارشناسان بر ریاست فرانسیس وندرل و دکتر مرادیان در وزارت خارجه افغانستان به کارش ادامه داد و قرار است فردا کار از این کنفرانس پایان بیافته. آقای میرزایی، اگر به بحث امشب برگردیم، نکته که بحث ما از عوامل و فاکتورهای افراطیت در افغانستان است، چیزی که شما روش اشاره کردین در وزارت امور خارجه افغانستان، البته برنامه‌ای به خاطر بررسی بحث افراطیت تا چند روز ادامه داره و این برخواسته است تحقیقات یک شرکت خصوصی است در مورد وضعیت افراطیت یا عوامل ایجاد افراطیت در افغانستان. این بحث ها یا این ارزیابی های وزارت امور خارجه افغانستان تا چی حد مورد پذیرش سیاسیون و مردم افغانستان توأم با نتایجی که بعد از خاطر آمد هست؟ افراطیت سیاسی بیشتر به عنوان پدیده دوران جنگ سرد شهرت پیدا کرده که در منطقه ما با افراطیت دینی و مذهبی رابطه دارد. بعد از سالهای 1977، یعنی زمانی که جنرال ضیاءالحق در پاکستان کودتای نظامی انجام داد، از آن تاریخ به بعد پاکستان شکل نظام سیاسی خود را بر بنیاد افراطیت شکل داد و تحولات سیاسی در افغانستان پس از سال 1979 برای افراطیت زمین و زمینه افراطیت بیشتر را فراهم کرد. و در این حال حمایت ایالات متحده آمریکا از افراطیت در دوران جنگ سرد این قانون را در ساختارهای سیاسی افغانستان ترویج ساخت که باعث شکلگیری احزاب افراطی چپ و راست شد و بالاخره افراطیت جایگاه خاص خود در نظام سیاسی افغانستان کسب کرد و به مشکل مهم در نظام کشور مبدل شد. آقای میرزایی، یک ذره فراموش نکنیم که تنها بحث افراطیت در بود حرکت‌های اسلام‌گرایان نیست، بلکه این افراطیت ریشه‌های بسیار پیچیده قبل از این در حرکت‌های یهودیای اسرائیل بر مردم فلسطین یا بخش‌های هندویزم هم داشته که در هند هم تبارزش در عکس العمل‌هایشون پیرامون یک طبقه مسلمان که در اونجا زندگی می‌کنه وجود داشته. حالا برمیگردیم به بحث وزارت امور خارجه افغانستان. در 10 سال که گذشت عوامل و فاکتورهای افراطیت در منطقه به گونه آفتابی بررسی شده و عوامل هم بسیار روشن است. فکر میکنین که چیزایی را که آقای سپنتا هم روش اشاره کرد که عوامل انفصال مردم از حکومت افغانستان و ایجاد زمینه های افراطیت در افغانستان است، حالا ضرورت یک بحث دوباره پیرامونی موضوع را داشته باشه بعد از 10 سال که همون قسم که جناب آقای لطیف محمود در گزارش خود گفت جنگ علیه تروریسم و افراطیت در افغانستان دوام داره، حالا میخواین اثر این ارزیابی بکنن؟ فاکتورهای افراطیت در افغانستان به فاکتورهای نظامی، مافیایی و جنگ سالاریزم در افغانستان ریشه دوانده. یعنی افراطیت، مافیای بین المللی و جنگ سالاریزم یک مثلث را شکل داده که این مثلث ساختار نظام را در افغانستان در پنجه‌های خود محاصره کرده که زدایش ای افراطیت یکی از چالش‌های مهم برای نظام مشروع در افغانستان به حساب میره. آقای میرزایی، یک قسمی که شما اشاره کردین این فاکتورهای گاهن تزریقی یا گاهن ایجاد شده در جغرافیای افغانستان، موقعیت فعلی نظام سیاسی افغانستان را در کجا قرار داده؟ حالا افغانستان با چی چالش‌های مشخص در قبال افراطیت در افغانستان دست به کار می‌کنه؟ بله، بدون تردید افراطیت صدمه شدیدی بر نقش نظام ملی افغانستان در سطح بین المللی زده
و گسترش این پدیده سبب شده تا گفتمان تمدن‌ها در افغانستان صدمه دیده و نقش دولت در سایه سیای افراطیت به حاشیه کشانیده شود. دولت به مثابه نهاد رهبری کننده اجتماع زمانی میتونه رابطه خود با شهروندان هماهنگ بسازه که با تعادل سیاسی و ایدئولوژیک عمل کرده و از افراطیت کنار بره. با آخرین سوال آقای میرزایی، در این نشست چند روزه که در وزارت امور خارجه با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، اتحادیه اروپا، اعضای ناتو و مقامات حکومت و تقریبا تعداد زیاد از استادای پوهنتون کابل بحث جریان دارد، تا به حال نتایج هم از بررسی های این نشست برای حکومت افغانستان پیشکش شده یا کار تا به حال را ناتکمیل است و قرار است این نتایج به حکومت بره؟ و کلن تحلیل شما در مورد موضوع چی است؟ بله، دقایقی پیش از آمدن به طرف استودیو و خاطر برنامه تماسی که با جناب آقای دکتر مرادیان رئیس از این کنفرانس، البته رئیس بخش افغانی کنفرانس داشتم، اینا در رابطه با فیصله ها و پیش بینی های اجلاس بعضی معلومات ها را ارائه کردند که در بود منطقه‌ای البته تشدید فشار بالای پاکستان در قسمت اصلاح مدارس دینی و بسته کردن آموزشگاه های تروریستی در قلمرو کشور، قطع کمک های مالی به گروه های تروریستی در حوزه خلیج فارس و در بود داخلی تشدید تلاش ها برای مبارزه با فساد اداری موجود در دستگاه دولت افغانستان، اتخاذ سیاست برای ایجاد اشتغال، تقویت جریان های معتدل میانه‌رو و ملی، تقویت جریان های روشنگری اسلامی، همکاری بیشتر میان جامعه، رسانه های گروهی و حکومت برای مقابله بر ضد اندیشه های افرادگرایی را از مؤلفه های اساسی ریشه‌کن ساختن این پدیده عنوان کردند و با باور ما افغانستان نیاز به ساختار متعادل و قابل هضم با تمام افراد جامعه است. دولت و مردم افغانستان به صورت طبیعی افراطی نیستند. تاریخ افغانستان نشان داده که افراطیت و تعصب ضربات سنگین و ننگین را به شکلگیری نظام مرکزی افغانستان وارد کرده. بنابراین برای نهادهای سیاسی و جامعه مدنی لازم است تا برای بیرون رفت از افراطیت تلاش کرده و جهت ساختار یک نظام مشروع و متعادل تلاش نمایند. بسیار تشکر جناب آقای میرزایی. البته که زیرانو گفتن نباید گذاشت که در 10 سال گذشت این عوامل و فاکتورهایی که فعلا در این کنفرانس روش بحث شده و با اونا نتیجه قرار است به حکومت افغانستان پیشنهاد شده، در 10 سال که گذشت به گونه آفتابی از طرف جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای حقوق بشر روش کار شده و جدا جدا هر کدامش به گونه مشکل یا عوامل تنش و بحران در افغانستان تحریزی و پیشنهاد شده برای حکومت افغانستان که در جهت حل از این اقدامات بکنن. اما چیزی که مهم است اویی است که بعد از گذشت 10 سال هرچند یک اندازه ناوق شده، هم هنوز هم امو ضرب المثل است که ما هر وقت از او بگیری تازه است. امیدوار هستم که نتیجه خوبی در جهت اقدامات بعدی حکومت افغانستان به خاطر حل عوامل و فاکتورهایی که در این کنفرانس برای حکومت افغانستان پیش بینی شده یا پیشنهاد میشه اقدامات صورت بگیره. بسیار تشکر از شما. سپاس از شما. همکار ما عبدالقادر میرزایی از بخش خبر بود و تازه ترین یافتهای خود پیرامون موضوع با ما شما شریک ساختن. بس در استودیو با جناب آقای سجادی میخواییم آغاز بکنیم. آقای سجادی، قسمی که ما پیشتر ابراز کردم که در 10 سال که گذشت این فاکتورهای این عامل به گونه آفتابی معلوم هست و بارها در رسانه‌ها روی زی بحث شده، جدا جدا ریشه‌یابی شده و به عنوان راه حل برای حکومت افغانستان یا در کل نظام سیاسی افغانستان پیشنهاد شده. فکر میکنین که چیزی که حالا به خاطر بررسی عوامل در یک چارچوب چوکات بندی شده سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، حکومت افغانستان و استادای پوهنتون در وزارت امور خارجه روش بحث میشه، یک اندازه برای افغانستان نتیجه زا باشه برای تنش‌ها یا برای پیچیدگی بحران سیاسی امنیتی در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همکارای عزیز و بینندگان محترم، اجازه بدید من 2 نکته در ابتدا خدمت شما عرض بکنم. یک، ای که در بیشتر موارد برای رسانه‌های ما و برای سیاستمدارای ما موضوعات جالب هست که بیشتر علاقمندی از سوی کشورهای خارجی در ارتباط وجود داره.
بحث افرادگرایی همطوری که شما اشاره کردید بحث امروز نیست و من فکر میکنم که طی سالهای گذشته مباحث بسیار طولانی مفصل در ارتباط با ابعاد و زوایای مختلفی مسئله مطرح شده، اما مجددا طرح این مسئله در شرایط کنونی بیانگر حداقل دو نقطه بسیار اساسی میتونه باشه. نقطه نخست این که به هر حال جامعه جهانی و کشورهای عضو ناتو پس از 10 سال مبارزه با تروریسم در نهایت به این نقطه امروز رسیده که استراتژی های گذشته ایشان ناکام بوده و بعضی از مسائلی وجود داشته که پیچیده تر از اون چیزی بوده که در ابتدای نظر اونا تحلیل میکردن. یعنی من فکر میکنم که نبود استراتژی در امر مبارزه با تروریسم در نهایت مسئله مذاکره و آشتی با مخالفین رو مطرح کرد و بحث پروسه صلح و امثال اینها. طبعا در این راستا بحث مطالعه یا برگزاری کنفرانس های اینچنینی در ارتباط با شناسایی فاکتورها و ریشه های افرادگرایی مطرح میشه. نقطه دومی که به نظر من نقطه بسیار مهم هست است که جامعه جهانی برخلاف تصور و باور ما افغان ها که احساس میکردیم که مردمانی هستند که بسیار با دقت بالا عمل میکنند در عرصه های سیاسی و در تعاملات خارجی با کشورهای دیگر، ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه افغانستان و منطقه را خوب تحلیل نکرده بودند. یعنی ای که با مسئله به نام تروریسم احساس میکردند که در جنگ نظامی فقط میتوانند که این پدیده را نابود بکنه و پسان به یک نقطه دیگر متوجه شدند و آن این که آن چیزی که زمینه‌ها و بستر تروریسم یا افراطگرایی محسوب میشه در منطقه در درون ساختارهای اجتماعی فرهنگی منطقه رسوخ و نفوذ بسیار قوی داره. من فکر میکنم این نقطه دوم است که با اسمش امروزه ما شاهد برگزاری چنین کنفرانس هایی باشیم. خب یک چیزی که آقای سجادی در این کنفرانس قسمی که آقای میرزایی هم روش اشاره کرد با عنوان نتیجه ممکن است رئیس جمهور تشدید فشارها بالای پاکستان هست با مسابه تعمیل کننده افرادگرایی در قلمرو تحت تسلطش. امروز لوی درستیز پاکستان به گونه جدی امریکا را هشدار داد که پاکستان افغانستان و عراق نیست و هر آن واحد ممکن است واکنش‌های جدی در قبال حملات هوایی آمریکا داشته باشد. در یک بود عوامل و فاکتورهای تزریقی درجه یک در جغرافیای افغانستان که بیشتر از جانب پاکستان یا در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان که در تسلط حکومت پاکستان است معلوم و مشخص است به آمریکا و جامعه بین المللی. و آمریکایی‌ها در یک مقطع حرکت ها را تنش آلود ساختن با پاکستان و ادعا کردن که آیسای با عنوان شبکه حقانی با عنوان بازوی اجرایی حکومت افغانستان و در کل سازمان استخباراتی پاکستان عمل میکنند. این چیزی بود که انتظار میرفت فشارهای بسیار جدی را بالای پاکستان در قبال خواهد داشت، اما بعدها دیده شد که 180 درجه موضعی انعطافی در برابر پاکستان گرفته شد. حالا با تشخیص و درک کلی از وضعیت افرادگرایی در منطقه تحت تسلط پاکستان، آیا این کنفرانس میتونه که رای حل را پیشنهاد بکنه برای چیزی که معلوم است به گونه آفتابی و چیزی که خود جامعه بین المللی و در اساس ایالات متحده آمریکا روی از او اعتقاد داره؟ یک نقطه ای که در گذشته کمتر روی او توجه صورت گرفته که انتظار میره در کنفرانس که اخیرا برگزار شد روی از او تمرکز صورت بگیره و اگر در او ارتباط توصیه هایی داشته باشه به حکومت افغانستان و از او زاویه فشارهایی به حکومت پاکستان وارد شود، ما او رو بعد جدیدی در قضیه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی میتونم یادآوری بکنم. ببینید وقتی سخن از بحث فشار روی پاکستان مطرح میشه عمدتاً فشارهای اقتصادی نظامی است بیشتر. تشدید عملیات تیاره‌های به پیلوت ایالات متحده آمریکا و یا احیاناً ایجاد محدودیت ها در ارتباط با کمک های اقتصادی نسبت به پاکستان و امثال اینها، یعنی بیشتر بعد نظامی سیاسی داره فشارهای جامعه جهانی به پاکستان. اما من فکر میکنم ریشه و عوامل اصلی افراطگرایی رو ما باید در بعد فرهنگی دینی در منطقه پاکستان و وزیرستان جستجو بکنیم. ببینید بیش از 2700 مدرسه علوم دینی در این ساحات مشغول فعالیت هست. چی چیزی آموزش داده میشه در این مناطق؟ من فکر میکنم که یک چالش جدی که وجود داره است که اکثر مدارس علوم دینی به صورت سنتی مدارس غیر رسمی و غیر حکومتی هستند و اگر از جانب حکومت ها هم تمویل میشود هیچگاه حکومت ها پاسخگوی در واقع نتایج یا عملکردهای این مرقم مراکز نیست.
من فکر میکنم که پاکستان از روز اول شکلگیری جغرافیای سیاسی خود برای مقابله با پدیده به نام هند و برای تحریک عواطف و احساسات دینی مردم خود در مقابله با هندوها نیازمند ترویج یک نوع ایدولوژی افراطگرایی بودند و این مسئله باعث شد که در دراز مدت بعد از 50-60 سالی که امروز ما منطقه رو تحلیل میکنیم، منطقه در واقع وزیرستان در به طور خاص و پاکستان به طور عام بستر بسیار هموار شد برای ترویج فرهنگ و ایدولوژی افراطگرایی. من فکر میکنم مبارزه با پدیده افراطگرایی اگر فقط متمرکز در منابع سیاسی و نظامی و لوجستیکی او شود، مبارزه با معلول خواهد بود. مبارزه با علت آنگاه است که شما با فکری افراطگرایی که در درون جامعه تزریق میشه و نسلهای آینده را حتی در ایراستا پرورش بده باید مقابله صورت بگیره. فکر میکنم او چیزی را که من میخواستم اصلا ایست که اگر در کنفرانس اخیر روی این نقطه تمرکز صورت بگیره که بله، منظورتون کدام کنفرانس؟ همین کنفرانسی که شما اشاره کردید در کابل برگزار شده و قرار است توصیه های به حکومت افغانستان و جامعه جهانی بده برای اعمال فشار بیشتر بر پاکستان. اگر در این ارتباط حرکت صورت بگیره که جامعه جهانی رو متوجه بسازه برای اینکه بخش از اعمال فشارها باید برای مسدود ساختن و بسته کردن مراکز ترویج تفکر و ایدئولوژی افراطگرایی در منطقه تخصیص پیدا بکنه، من فکر میکنم یک حرکت جدید خواهد. بسیار تشکر آقای مجیدی. چیزی را که پیشترم مطرح کردم، تشخیص و درک جامعه بین المللی و در اصلش آمریکا از منابع تمویل تروریسم در جغرافیای بین المللی افغانستان و بعدا منطقه هست. حالا بسیاری که آقای سجادی روش تاکید کرده، اگر بافتای ساختار سیاسی جغرافیای پاکستان را ریشه‌یابی کنه، ارزیابی بکنه، انگیزه ایجاد پاکستان هم بیشتر ریشه داره بر عقاید و احساسات مردم پاکستان مبتنی بر اصول اسلام. چیزی که آقای سجادی به عنوان پیشنهاد اشاره کرد، مسدود ساختن این مدرسه ها هست در پاکستان، نقطه‌ای که اولا بسیار مشکل خواهد بود و دوم اگر متوسل شود جامعه بین المللی یک زمان بسیار طولانی در بر خواهد گرفت که حداقل اینا اصلاح شود، یک ریفورم در اونجا به وجود بیاد. فکر میکنین که فشارهایی که فعلا حکومت افغانستان از مجاری کنفرانس های مثل کنفرانس اخیری که ایجاد شده یا راهکارهای دیگه که بر پاکستان میخواه اعمال بکنه کارایی داشته باشه، یا ای که گزینه های دیپلماتیک هم در کنار از او باید روش توسل جست؟ دلو یا بخون که خدای پس بیتسل نامه و سلام پورنندی کول سر ایما پا اند دی سجادی سیب دی خبرو پتایید. افراطیت د لس کالو نوراندې په افغانستان کې یا په سیمه کې ډېری تاریخي ریښې لري. که اوس موږ صرف په لس کالو وغږېږو یا په دې وغږېږو چې په پاکستان کې 40,000 مدرسې دي، هلته په ځای د دې چې د اسلام چې سرچینه یې دي قوت او ورورۍ او صلح نه دی، دې په ځای هغو ته د وحشت او دهشت درس ورکول کېږي. اما په اند دغه ریښې تاریخي ریښې هم لري چې باید دې ته هم یو توجه وشي. متاسفانه افغانستان د تاریخ په اوږدو کې همیشه د یرغلګرو تر یرغل لاندې راغلی او په ډیر وحشت سره دغه دهشتګردي یا دغه افراطیت چې دی یو عکس العمل دی د افغانستان ولس یا د سیمې هیواد په سیمه کې چې خصوصا مسلمانانو ته دی الاق کېږي. خپله په اوس وخت کې په 10 کلن جګړې کې راشو، امریکا یا بین ملی ټولنه چې افغانستان ته خپل پوځونه سرغله، داسې فکر کېدو چې دوی به د انساني کرامت چې هلته احترام کېږي، مونږ دا هیله وه چې په افغانستان کې هم په همغه شان داسې انساني کرامت ته باید احترام وشي، قانون ته باید احترام وشي. ولې برعکس، هغه وحشیان دلته راغلي وو، هغه وحشي عسکر راوستلي وو چې نه قانون منلو، نه انسانیت منلو، او نه هغه افغاني کلتور چې دوی به ویل چې مونږ دغه عسکر چې افغانستان ته لیږو اول درس چې مونږ ورکوو د افغانستان د ټولنې پیژندنه ده، چې د هغوی برخلاف د ټولو اصولو د پښتني دلته یو حالت راوستلو چې دغه خلک مجبور وو چې دوی سره عکس العمل په مغه شدت او وحشت او افراطیت وښیي. واقعا په دې کې د پاکستان هم لوی لاس دی. پاکستان خصوصا جادي صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د هندوستان سره چې کومه ستونزه لري، خاطر د دې چې دوی وکولی شي هغه مبارزې ته په ښه شان ادامه ورکړي، داسې یو د قوي ملک سره دوی مجبور و چې افراطیت ته وده ورکړي،
په پاکستان کې او د دې لارې نه خصوصا د اسلامي یا سخت دریزو تنظیمو یا د ډلو په واسطه دوی وکولی شي هلته مبارزه وکړي، خصوصا په کشمیر کې چې دا د توجه وړ دی. بلاخره راځو دې ته چې په دې منطقه کې نورې ریشې چې دلته دي، دغه ولس د تعلیم نه ډېر لرې ساتلی شوی، د ټکنالوژۍ نه ډېر لرې ساتلی شوی، د نړیوالې ټولنې سره ارتباطات د دې خلکو ډېر کم دي، ولسونو سره کم دي، مذاهبو سره یې کم دي، د نړۍ پېژندنې په هکله دوی اصلا هیڅ نه پوهېږي، حکومتونه هم دې ته توجه نه دی کړې. او همیشه یو بل مسله چې دغه ځکه ده، خصوصا په پښتني سیمو کې هغه تربګنې دي، د خپل هم یو افراطیت ولس هڅولی دی چې دا میوه ریشه ده. اساسي مشکل ښاغلی مجیدي په افغانستان کې امنیتي ستونزې دي. دغه کانفرانس چې د افراطیت په اړوند پی بحث کیږي، د افغانستان په جغرافیو کې د هغه ستونزې چې افغانستان ته تقریبا د افغانستان حکومت یا د افغانستان نظام ته د تهدید په بڼه مخامخ شوي دي یا وچت شوي دي، د دې په اړه تقریبا بحثونه کیږي. دلته ښاغلی سپانتا پرون د خپل په ویناو کې ویلي چې ځینې ډېر روښانه عوامل او فکتورونه شته چې دغه عامل د افراطیت یا د فاصله د خلکو له حکومت څخه شوی، یو د قانون نشتواله یا ضعف د تطبیق د قانون، اداري فساد او مجموعه نارضایتي د خلکو له حکومت څخه. دا هغه مخکینی ټکی دی چې په عنوان د درجه اول فکتورو د افراطیت یا د انفصال د خلکو له حکومت څخه پیژندل شوی دی. تاسو فکر کوئ چې حکومت سره له دې چې په دغه موضوعاتو پوهېږي او دغه لس کاله پر لپسې دا موضوعات سبب دیدی شوی چې خلک کلا له حکومت څخه فاصله واخلي، تر څو چې دیدی په یواز چې په دو لارو کې کار وکړي، دیدی کانفرنسو له لارې د یو حل لاره پیدا کړي د افراطیت د کنټرول. ما په ان که په یوه کې وایو د داسې حکومت لکه اوس فعلا چې دا حکومت روا ده، دغې نه د هغه د موږ د هزاره ورونو په اصطلاح هېڅ شی دی نه نبور کېږي د دې حکومت نه، په خاطر د دې چې په دې لسو کالو کې د هر آدرس نه دا چیغې ویلې کېږي، څه د ولسي په د ملي شورا نه، څه د مطبوعاتو له لارې نه، مدني ټولنو نه، د رئیس جمهور غوږو ته ورسېږي، د نظام غوږو ته، چې ولس فاصله اخیستي. او هغه علتونه لکه تاسو چې وې د فساد او نور هغه عوامل دي چې هغه حاکمان چې په منطقه کې دي، یا د قانون نشتون، او د ټول نه مهمه ده چې عامه پوهاوی نشته دلته، هم د قانون په هکله، هم د ډیموکراسۍ په هکله، هم نور هغه مسایل چې دي، دینی خصوصا دینی مسایل. زموږ لویه ستونزه دا هم د دې تر څنګ چې د افغانستان ولس خصوصا په ښارونو باندې باید موږ حساب ونکړو، دا کلو بانډو په هکله فکر وکړو. هلته ولس همیشه د ملا تر تاثیر لاندې دی، د هغه خبرو ته غوږ نیسي، هر څه چاوي کورکورانه هغه مانی. ولی د موږ د ملا د تعلیم کچه متاسفانه ډیره کمه وه، هغوی په ځای د دې چې د دین تشریح، د اسلام تشریح په هغه واقعي بڼه چې د یو قوت او د صلح او د اصلاح دین دی، دې په ځای دوی ته د افراطیت برخې ورزده کوي کېږي. زه یو ډیر ښه مثال تاسو ته وایم، د پاکستان په تچ وخت کې چې موږ مهاجر شو، ما د تعلیمي کتابونه ولیدل، هلته په ځای د دې چې نور شیانه مثال نور د خپله د هغه ښوونځي چې مدرسې نه دي عامه دغه تعلیمي مرکز، دلته هغه حساب یا الجبر یا نور مضامین چې و ټولې د مرمیو، د توفنګ، د توپ، د مجاهد، د شهید او د مردار په اعداد باندې ورته تشریح کېدل. د دې تر څنګ په خپله افغانستان کې د دې لپاره چې هغه وخت چې دغه افراطیت لږ خور شو، د دې لپاره نړیواله ټولنه نه هم هغه اقدامونه چې کړي وای باید وی نه کړل، چې د دې خلکو هغه مغز باید مینځلی وای. زه یوه ورځ پکتیا ته لاړم، دغه د علما د دین په مورد کې وایم، زموږ احترام ورته لرو، پوه خلک دي، ولی بعضې ځای اشتباهات ور لري، هر انسان اشتباه لري. په یوې مدرسې باندې لیکلي وو چې معلم صاحب، شما شاگردان را از خدا بترسانید. ښه خبره ده، خدای نه باید وډار شي، ولې داسې ذهنیت ورکړلی شي ماشومان ته چې د خدای نه وویرېږه. ما هغه ملا ته وایم، دغه تا چې لیکلی دی ته څه فکر کوې، دغه سم شی به وي، ولې ماشوم ته داسې یو
داس ورکول طریقه وای نو څو ورته مې په دې ځای چې دغه لیکي چې د خدای نه ویره تو ورته ولي چې د خدای په حق له دې په جوړ کې مینه پیدا کا مینه پیدا کول او ویریدل ډیر سره تفاوت لري د خدای سره مینه ډیره خره نو دغه افراطیت درسونه متاسفانه په افغانستان کې همیشه د دې آدرس نه ډیر زیات شوی دی چې په ټوله نه کم خور شوی دی د خلکو په مغزو کې نه نتلی دی او بل اخره د سی یو وحشی حرکتونه کېږي هغه د اسلام په نوم قبل از اینکه به جناب آقای کوهستانی برگردیم همکاری تکنیکی ما اشاره یک وقفه کوتاه میکنه بعد از وقفه برمیگردیم به استودیو بس خودم و مهمانای خودم چرا ادامه میدیم عزمی شاد و تیر شو برو تیر شو عزمی دو شاد و تام تیر شو برو اون تک شادش کو چی چاره نداری اون یکی تازی طرف یکی تازی طرف با سلام مجدد خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریانا برنامه تحلیلی سیاسی زاویه میزبان شما محمد نصیر فیاض مهمانای برنامه ما جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان در پارلمان افغانستان گلپاشا مجیدی عضو مجلس نمایندگان در پارلمان افغانستان و جاوید کوهستانی روزنامه‌نگار در استودیو با ما هستند موضوع امروز بحث ما بررسی عوامل فاکتورهای افراطیت در جغرافیای افغانستان و ارزیابی کنفرانس چند روزه که در وزارت امور خارجه پیرامون این موضوع از طرف حکومت افغانستان نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و جامعه اروپا و اعضای ناتو و استادای پانتون کابل تدویر یافته خواهد بود. آقای کوهستانی اگر مجموعی عامل را در دو بخش در بود داخلی و در خارجی ارزیابی کنیم، بود داخلی افغانستان ضمن بحث هایی را که جناب آقای سپنتا در کنفرانس مطرح کرد، فقدان حاکمیت قانون، تشکل ناقص حکومت افغانستان، حرکت های بسیار ضعیف مدیریتی از دستگاه حاکم سیاسی افغانستان، تصاحب مجموع ماشین سیاسی افغانستان به دست چند تا تکدار سیاسی در افغانستان و موضوعات مرتبط به او، بحث های دیگه هم در بخش فرهنگی جدا وجود داره که انگیزه زا بوده در بحث افراطیت در افغانستان. قسمی که آقای مجیدی سرش اشاره کرد، ما امروزه شاهد گسترش یا تهاجم جدی فرهنگ های ضد اسلامی در افغانستان هستیم که بیشتر برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. پخش متواتر سریال های بسیار مبتذل در تلویزیون ها هم یکی از انگیزه ها میتونه باشه که ضمن از اینکه انحراف اخلاقی و انحراف فرهنگ اسلامی را در خانواده ها ترویج کرده، یک نوع انگیزه های ضد اسلامی را در نظام سیاسی حاکم افغانستان نسبت به کسایی که علیه نظام می جنگه با وجود آورده. بخش های دیگه از این هم در افغانستان ساختارهای تقریبا نیمبند یا خام فرهنگی در بیشترین بخش ها هست که یک نوع حساسیت ها را بین مردم افغانستان مخصوصا در اطراف در ولایت های دوردست افغانستان که بیشتر در اونجا موضوعات تعلیمی و تربیتی ترویج نیافته و هنوز پدیده جنگ متاثر ساخته اونا را ایجاد است و تقریبا این اصل تاثیرگذار بوده بر پخش یا گسترش افراطیت در اون مناطق. در بود خارجی بدون شک تزریق عوامل افراطیت در افغانستان از پاکستان یک چیزی که تقریبا هر روزه در رسانه ها روی ازو صحبت میشه، مداخلات اوریان کشور ایران در پخش افراطیت یا در گسترش افراطیت در افغانستان بوده. حالا 10 سال از جنگ جامعه بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا به خاطر تروریسم که بعضی از اونها منشأ میگیره از بحث افراطیت در جغرافیای به نام افغانستان و منطقه جریان داره. شما چی فکر میکنید چقدر این مسخره هست که بعد از 10 سال تداوم این جنگ، قربانی تعداد زیاد از مردم، مصارف میلیون دلاری در این جنگ، حالا میخواین استراتژی بسازن به خاطر بررسی عوامل افراطیت تا روی ازو کار بکنن؟ به نام یاد خدای بزرگ و عرض ادب احترام به بیننده و میهمانان عزیز و همکارای شما، همون گونه که دوستای ما به تاریخچه افراطیت پرداختن، البته در این شک نیست که شما میدانین هم در مسیحیت و هم یهودیت حاکم بر سرنوشت فلسطین یک افراطیت بسیار جدی وجود داره و ما ایره در گذشته تاریخ ها و تمدن ها داریم. و به طور خاص وقتی به افغانستان بر بگردیم، تنها افراطیت در بود دینی اسلامی نه، بلکه افراطیت چپگرایانه حزب حاکم دموکراتیک خلق در حاکمیتشان
یعنی شکلگیری جنگ سرد و ایدئولوژی ها و رویارویی از اینا باعث شکلگیری چنین ایدئولوژی ها و یا افراطیت شده. مخصوصا امو گونه که مجمع دوستا اشاره کردن بعد از شکلگیری پاکستان روی اختلافات مذهبی دینی و درگیری با هندوها، تداوم بحران تا زمان کودتای هفت ثور در افغانستان و تهاجم شوروی در سال بعد از کودتا در سال 78 صورت گرفت و 79 تهاجم شوروی صورت گرفت و همزمان با این خطری را که ایالات متحده از نایه شما میدانید که در گذشته هم حزب کنگرس ملی هند هم یک حزب چپگرا و تیپ کمونیست بود و در برخوردهایی که داشت با مسلمانا، همزمان حزب مردم پاکستان که گرایشات ماویستی در زمان داشت برابری ذوالفقار بوتو در پاکستان حاکم بود، اونجا کودتا صورت گرفت توسط ضیاءالحق در سال 79 و بالاخره ضیاءالحق به حاکمیت رسید و زمینه برای مقابله یا دیوار گشتی استاده کردن در برابر شوروی بر خاطر حفظ منافع کشورها افراطیت شکل گرفت. یعنی ما در منطقه وقتی بحث از تمدن و تلویزیون و آواز و اینا میکنیم، در مجموع دوره ظاهرخان که البته تلویزیون نبود، محمد داودخان تلویزیون آورد، آواز زنا در رادیو از گذشته وجود داشت و سریالا و بعضی چیزهایی که در چوکات و زمان میگنجید وجود داشت. بعض به این است که بعد از کودتای ثور هم افراطی گرایی چپگرایانه حزب دموکراتیک خلق، اعدام هزارا انسان در پولیگونا و برخورد بسیار شدید با افراد مسلمان دارای دین در جامعه، از جانب دیگر مقابله با این ایدئولوژی و جلوگیری از رفتن روسا به اصطلاح به آبای گرم و بحر هند، زمینه سازی شد در بستر پاکستانی که جغرافیا از گذشته زمینه‌اش وجود داشت. این بیشتر چاق شده است به کمک کشورهای عرب و به کمک دوستای امروزی که در افغانستان آمدن و با این پدیده مبارزه میکنن. میلیاردها دلار در او زمان کمک شد برای مقابله با شوروی. یک روز افراطیت و کسایی که به عبارت دیگر میلیاردها دلار مصرف شد به خاطر ایجاد این پدیده، حالا میلیاردها دلار بله. مصرف میخوایم بگویم که یک روز افراطیت قهرمان سازی بود، سوژه سازی بود، کسی بود که هر قدر بیشتر میتونست سرباز خارجی و داخلی را در سنگرها بکشه به ضد رژیم و او آدم دستش بلندتر بود، و یا چه کسی که در این طرف خط این کار انجام میداد، یعنی از جانب افراطیت چپ چنین اقداماتی را انجام میداد. بیشترین بستر به این گپ خود غربی ها مساید ساختن، کشورهای اسلامی عرب مساید ساختن و مجموع افراطیون را که زیر عنوان جهاد علاقه مندی داشتن، بر علاوه از این که در کشمیر اختلافات و درگیری های متداوم بود. پاکستانیا بعد از سال 1980 فرصت یافتن کمک های بسیار جدی و بزرگ غرب. وقتی به آیسای پاکستان و ارتش پاکستان آمد، ارتش پاکستان که کاملا از دیدگاه دینی و جهاد در برابر هندوستان شکل گرفته است و محور اصلی تاسیس پاکستان تشکیل میده، سود بردن از این مجموعه. خب حالا اگر برگردیم از ریشه یابی به نتیجه حرکت های حکومت افغانستان که حالا تمرکز داده کنفرانس کلان را در چوکات یک کمیسیون بیشتر کلان به خاطر بررسی می‌خواد توضیح بکنم که نه تنها غربی ها تلاش به این داشتن که در افغانستان افراطیت وجود داشته باشه، بلکه تلاش کردن که افراطیت در آسیای میانه به عنوان بدیل کمونیسم در آینده داشته باشن و بتونن کشورهای کمونیستی طرفدار شوروی را با این پدیده بکوبند این مناطق و در سایر کشورها حتی تا سینکیان. بالاخره امروز آمدن روی از این بحث میکنن. ما بسیار جالب است که در حاکمیت رهبری میکنن بیشتر گزینش‌ها، یا حالا ما چند نوع افراطیت داریم. بس برای که حالا ما از جغرافیا و بیز اجتماعی و فرهنگ افراطیت و رهبران افراطی که کیا هستن، در کدام بیز اجتماعی، در کدام جغرافیا زندگی میکنن، کدام جایا انوز به اختیار از اینا قرار داره، با کدام قرائت‌های دینی میخواین اقدامات انجام بدن، حالا بحث نمیکنیم چون فرصت کوتاه است. ولی مجموع حکومتی که شکل گرفته ام دارای ارزش‌های دموکراتیک است. ما یک مثال بسیار ساده را برای شما میارم که از نظر روانی خود افراطیت بالای عناصر روشنفکر افغانستان هم تأثیر گذار بوده، برعلاوه از اینکه بالای عناصر مذهبی تأثیر گذار بوده، بالای مجموع مسلمان هم تأثیر گذار بوده. ما بیادم میاد بعد از حکومت جناب رئیس جمهور کرزی که آقای اسحاق فایز تبدیل کردن رئیس رادیو تلویزیون، که او نمیماند که یک آوازخوان زن به میدان بیاید. وزیر اطلاعات فرهنگ وقت که جناب آقای مخدوم بود، بسیار تلاش کرد با آقای اسرتی هدایت داد که حداقل یک خواندن زن در میان اخبار پشتو و دری به نمایش بگذارد، حالی که در گذشته بسیار رایج بود در افغانستان و افراطیت نبود و یک عکس العمل منفی هم نمی داشت. وقتی چنین کار شد، روز بعدش وقتی جناب رئین میره به ریاست جمهوری، آقای رئیس جمهور از جان محمد خان پرسان میکنه. جان محمد خان یک شهید شد، خدا بیامرزش، در وقت وزیر مشاور و ولی اورزگان بود که جان محمد خان کاکا
ببین چقدر کار خوب است، کار بد است که آقای رحیم خواندن زن پخش میکنه در تلویزیون، او میگه که کار نادرست است. یعنی میخواد او را به او مواجه بسازه. رئیس جمهوری که طرفدار آواز ادیقل زنی که با یک حجاب آمده میخوانه و این یک نوع عام از تمام خب دنیا است. خب آقای از نظر روانی برمیگردیم، نکته بسیار جدی را اشاره کردین. حالا بس تهاجم فرهنگی درست چیزی که انگیزه زا است برای بحث افراطیت در جغرافیای به نام افغانستان. حالا فقدان تعادل از زمانهای گذشته چیزی که شما تشریح کردین در بحث افراط و تفرید مشکل اساسی افغانستان در بود فرهنگی هم بوده، یا نبود یک هنرمند زن چیزی که شما مطرح میکنین در تلویزیون، یا که نمایش فیلمهای بسیار مبتذل خارجی برخلاف اصل فرهنگ افغانستان در تلویزیون های امروزی هم یکی از انگیزه های افراطیت در افغانستان یا در جغرافی افغانستان هست که اونا را انگیزه میده که حکومت افغانستان یا نظام سیاسی افغانستان برخلاف خط فرهنگ اسلامی در حرکت است. ببینید تاریخ گذشته افغانستان نشان میده از دوره آریایی تا به امروز که افغانستان یک بستر افراطیت نیست، یک بستری است که بیشتر از نظر تمدن پذیر است و در گذشته های تاریخ افغانستان که فرصتش کم از ما را بس کنیم یک جامعه متمدن بوده و مخصوصا تمدن اسلامی تا قرن هفتم در دنیای رنسانس اسلامی نام دارد. در دنیا زمانی که اروپا در قرن وسطایی غرق بود و چیزی نداشت، در زمان رنسانس اسلامی است که حرف اول در دنیا میزنه، اختراعات را داره. حالا این را بحث نمیکنیم، ولی برمیگردیم به 10 سال اخیر. مجموعه ایرشا ها شما میدانید، مجموعه ما زمان با یک از خارجی خب مشخصتر روی صحبت جوابتین، موضوعات فرهنگی حالا اگر عوامل و ریشه های افراطیت در افغانستان ارزیابی یا ریشه‌یابی میکنیم، بدون شک نمیشه با اغماز از بخش حرکت‌های فرهنگی تقریبا شعارگونه در افغانستان که خودش انگیزه زا بوده بر بحث افراطیت و نتیجه رسید. نقش وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر تعادل رشد فرهنگ افغانستان یک نقش بسیار حساسی و نمادین هست که متأسفانه تا به حال برخلاف تهاجم فرهنگی در افغانستان هیچ گونه راهکارهای کنترلی در این قسمت در 10 سال گذشت وجود نداشته. حالا از نظر شما چقدر میتونه که یک بنوان یک ضعف در ایجاد انگیزه های افراطیت در افغانستان باشه؟ من فکر میکنم که وقتی شما ملاحظه میکنین که در پایان حکومت طالبان یا حاکمیت طالبان که بر مبنای یک معادله شرکت های نفتی غربی به وجود می آید و ایجا افراطیت حاکم می سازند و کشورهای قبلی هم بعد از انقلاب اسلامی ایران که به عنوان یک ایدئولوژی مطرح می شه و احزاب اسلامی هم که در پاکستان شکل می گیرن، افراطی ترین انواع از اینا که مانند سپاه صحابه، لشکر طیبه، حرکت المجاهدین، لشکر جنگوی و امثال از اینا که چقدر جنایت ها را انجام می دن، در این زمان تا زمانی که به منافع غرب مجموع از این افراطیت مانند افراطیت امروز سعودی یا بحرین یا سایر کشورها یعنی امخانی داشته باشه، عوامل بازدارنده نیستند. وقتی منافع را تهدید میکنن عوامل بازدارنده میشن. بس است که مجموع افراطیت را از کشورهای مختلف دنیا در مرز افغانستان و پاکستان عوامل غربی و کشورها آوردن به خاطر حفظ منافعشان. احتمالاً پاکستانی‌ها صرفاً در مدارس خودشان ایره داشتن، برای دفاع خودشان ایره داشتن، این شعار پیش می‌بردن. ولی امروز که بار دوش مردم افغانستان شده و ما قربانی ازی هستیم، این بیشتر عامل خارجی داره تا عامل داخلی. یعنی بیشترین عامل خارجی‌ها بوده. من زمان یک از کنفرانس‌ها بعد از 2011 شنیدم در 2001 در یکی از کشورها که ما تلاش می‌کنیم مجموعه افراطیون به یک جغرافیا جمع بکنیم و بعد سرکوب بکنیم. یعنی من خود از زبان یکی از کارشناسای بلند خارجی شنیدم، یعنی متمرکز ساختن از اینا در جغرافیای وزیرستان و شمال غرب پاکستان هم کار صورت گرفته و اینا رو متمرکز ساخته که آسیب شما میبینه. متاسفانه امروز خود دیدگاه های افراطی گرایانه از نظر روانی بالای اکثریت مردم افغانستان، حتی خوبترین روشنفکر افغانستان و خانواده افغانستان تأثیرات منفی داره. یعنی ما را از روش‌های متمدن هم باز داشته. بسیار تشکر آقای سجادی، برمیگردم با شما. تمرکز روی یک تحقیق یک شرکت خصوصی که دولت را با جامعه بین المللی یا نماینده سازمان ملل متحد وا داشته تا یک کنفرانس چند روزه را ایجاد بکنه به خاطر بحث افراطیت، یک بحث جدی و تقریبا غیر قابل پذیرش برای مردم افغانستان است. اما قسمی که بیشتر گفتم، هر زمانی که آغاز بکنیم و ریشه‌یابی بکنیم و عزم حرکت‌های متناسب برای حل در جهت عوامل و فاکتورهای ایجادی تنش را پیدا بکنیم، یک چیز مثبت و خوب میتونه برای افغانستان باشه.
چیزی که آقای کوهستانی اشاره کرد روی ازی عوامل در جغرافیای افغانستان، عوامل تنش، عوامل بحران و عوامل تشدید و گسترش بحث افراطیت ناشی میشه از فاکتورهای خارجی تزریقی. فکر میکنین که با توجه به شرایط موجود افغانستان و با توجه به حساسیت‌های منطقه وی جهانی در اینجا راه حل کوتاه مدت به خاطر جلوگیری یا کنترل مصادر تزریقی ای افراطیت در افغانستان وجود داشته باشه؟ خب ببینید، ما دو تا بحث رو داریم. آقای کوهستانی خوب اشاره کردن، یک بحث عوامل رو داریم که بیشتر در واقع میشه گفت که شکلگیری یا گسترش تفکر افراطگرایی واکنش است در پاسخ به سیاست‌های بیرونی، به خصوص سیاست‌های سلطه طلبانه ای که همواره در کشورهای اسلامی اعمال میشه، در برابر خود مقاومت ایجاد میکنه. این مقاومت‌ها چون امکان مقابله دموکراتیک رو پیدا نمیکنه، میره به سمت خشونت و افراطگرایی. اما یک چیزی که قبل از این پیدا میشه، بعد از حادثه 11 سپتامبر یا بعد از حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان، قبل از او هم موضوعات افراطیت به گونه‌ای جدیش در جغرافیای افغانستان وجود داشت. او زمان عاملای ایجاد کننده بحث افراطیت، چیزی که حال شما به عنوان فاکتورهای درجه یک عنوان میکنین، وجود نداشت. در اون زمان چی میتونست بحث باشه؟ اونجا حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش یا بحث‌های جدایی از اتفاقاً بحث عوامل رو ما وقتی نگاه میکنیم در بعد عوامل خارجی تفاوت ایجاد نشده، یعنی ماهیت تغییر نکرده، شکل ظاهری قضیه تغییر میکنه. در یک مقطع چیزی به نام افراطیت ابزاری است در راستای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و در چوکات جنگ سرد معنا پیدا میکنه. در مقطع دیگر که امروزه ما تحلیل میکنیم، افراطگرایی میتونه در واقع از ابعاد دیگر مورد توجه قرار بگیره. اما در وسط این دو زمان باز ما میبینیم که یک نوع سکوت معنادار در ارتباط با ترویج و گسترش امی تفکر باز از سوی جامعه غربی رو ما مشاهده میکنیم. من میخوایم یک نقطه اضافه بکنم خدمت شما در ارتباط با اون چیزی که مطرح شد. ببینید، عوامل خارجی ترویج افراطیت رو من میتونم بگم که سیاست‌های غیر عادلانه و سیاست‌های نادرستی است که سوی کشورهای بیرونی اعمال میشه. بی‌توجهی نسبت به ارزش‌ها و باورهای دینی، سیاست تحمیل فرهنگی و امثال اینها. مثلا ببینید، من در رابطه با سیاست تحمیل فرهنگی چند مورد رو خیلی روشن می‌خوام عرض کنم. فکر نمی‌کنم امروز یک تحلیلگر منصف غربی آمریکایی با این نگاه مخالف باشه. ما می‌خواست یا جامعه جهانی می‌خواست بعد از در آغاز دهه 80 شعار دموکراسی سازی افغانستان رو مطرح می‌کرد، شعار حکومتداری و ترویج حقوق بشر رو در افغانستان مطرح می‌کرد. دموکراسی سازی افغانستان بر اساس کدام الگو؟ طبعا این دموکراسی سازی بر اساس الگوی لیبرال و سکولاریسم غربی بود. این طبیعی است که در یک جامعه دینی مثل افغانستان در برابر خود واکنش ایجاد میکرد. این هنوز هم به عنوان یک پدیده ای که ناسازگاری با دین مردم نداشته باشه تبلور و تمثیل پیدا نکرده. فکر میکنین که اقدامات بعدی بعد از حادثه 11 سپتامبر ترفندای رسیدن به این هدف باشه که شما مطرح کردین؟ من فکر میکنم که ببینید، بریده از بسای منافع سیاسی و اقتصادی که میشه روی این قضیه تحلیل کرد، در بعد فرهنگی سیاسی که البته بریده و مجزا از منافع اقتصادی نیست، بحث ترویج ارزش‌های لیبرالیسم در کشورهای شرق میانه از جمله افغانستان یکی از مسائل اساسی بود که لیبرالیسم به عنوان یک الگوی موفق و کامیاب داعیه جهانی برای خود داشت و دنیا رو به سمتی که در واقع همه به سمت سوی اقتصاد بازار در عرصه اقتصاد، الگوی دموکراسی لیبرال در عرصه حکومت داری و باور و ارزش‌های فرهنگی در عرصه زندگی اجتماعی بر مبنای لیبرالیسم داشته باشد سوق می‌داد. این طبیعی است که در کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سوم واکنش در برابر خود ایجاد می‌کرد. این واکنش‌ها در چوکات خشونت‌ها و افراطگری‌هایی که امروزه ما او را تحلیل می‌کنیم در بعضی از موارد خود تبروز داد. ببینید، من یک نکته می‌خوام عرض بکنم که این عوامل هست، اما زمینه‌های این متأسفانه در درون کشورهای منطقه وجود داشته. مثلا زمینه افراطگرایی در درون جامعه ما به نوعی چه ما بخوایم چه نخواهیم وجود داره. به عنوان مثال، تفکر دینی که در سرزمین ما وجود داشته همیشه با انعنات و سنت‌های قبیله‌ای و قومی و ساختار قومی جامعه ما در هم تنیده و آمیخته است. دینداری و باورهای دینی ما تفکیک شده از باورهای قومی و سنتی جامعه ما نیست. و الا در غیر این، شما وقتی نگاه بکنید که
آنچه که به عنوان دین و آموزه های دینی برای یک جوان مسلمان یا یک طفلی که برای او تعلیمات دینی داده میشه ارائه میشه، سخن از جهاد و جنگ و خشونت و فاکتورهای اینچنینی نیست. باشم خیلی مجیدی دیتا سپاند دی هل لاری چی دی؟ کم اقدامات آیا دغه اقدامات تکپ خوشبینانه نظر و گرو دیده تر چنگ اغا فاکتور او اغا عامل چی پدر کنفرانس که چوبرزینی کنفرانس که ولسمشر تا ورندیکی گی ولسمشر یا طول نظام دیده دی حل پاره کم اقدامات باید بکی سره لدی چی یا دیده پا پامکینی ولو سره چی دی افغانستان نظام خپله و ناقص نظام دا و دیر ستونزی پا داخلی سیاستونو که دی افغانستان وجود داری. من نه مخ که دیدین چې تاسو سوال جواب ترشم غواړم د افراطیت د ترویج پکله یو بل نظر هم ورکم. په افغانستان کې د افراطیت ترویج لپاره بعضی مونږ د سیاسیونو یا مشرانو یا په اصطلاح جهادي رهبران هم دې ته لمنه وهلې او کوشش کړی دی، چون دوی د افغانستان د ولس هغه نفس پیدا کړی چې دوی همیشه په اسلام باندې ډېر اعتقاد لري او داسې مسایل را مخکې کړي دي نا خداګا چې دغه د اسلام سره پرکړي د دوی هغه احساساتو نه ګټه واخلي او د دې لپاره دوی سیاسي ګټه لاسته راوړي چې یو دغه مې غوښتل. بل حل لارې دوه برده لري، یو د افغانستان حکومت پورې اړه لري، یو نړیوالې ټولنې پورې یا سیمه ییزه ده چې د افغانستان حکومت پورې طبعا هغه ستونزې چې دلته موجوده دی چې د خارجي قوا او اعمال دی دلته چې کېږي د هغې مخنیوي دپاره باید حکومت جدي اقدامات وکړي، د قانون د ترویج دپاره یا د عامه پوهاوي دپاره باید حکومت ډېرې هڅې او هاند وکړي، د تعلیم په برخه کې د فساد د مخنیوي په باره کې او نوره خپله تاسو فکر نه کوئ چې حکومت خپله باید اول ځان اصلاح کړي تر څو چې هغه انګېزې له منځه لاړ شي؟ ډېرې ستونزې د سیاسي نخبګانو یا د افغانستان د رهبری په کړای کې وجود لري چې خپل یو نو فشار ده پر خلکو چې خلک منفصله کړی دي د افغانستان نظام څخه یا د افغانستان حکومت څخه. ګوره که چېرته د حکومت تعریف وکړو خو ډېره خبره اوږده شي، ما مخکې تاسو ته ویل چې د دې حکومت نه څه بورنه مشه او دا اصلا حکومت دی ته مونږ نه شو ویلی. حکومت ځانته بې تعریف لري، مونږ دغه خبرې چې کوو د یو حکومت نه دا تمه لرو، نه د دې اوسني حاکمیت نه، هغه چې حکومت وي چې مسؤلیت پذیره وي. د حل لاره وجود نه لري، حل لاره د دې حکومت په چوکاټ کې وجود نه لري، په خاطر د دې چې خپله حکومت عامل د افراطیت شوی، عامل د خشونت خپله حکومت شوی، د ده مسؤلیت ناپذیري ده چې داسې حالات ته شوی. بل بورد دې منطقوي ده چې لکه دوستان هم اشاره ورته وکړه، هغه آدرسونه چې افراطیت خوروي، هغه آدرسونه چې افراطیت ته کار کوي، باید نړیوال ټولنه یا د سیاسي یا نظامی د مختلف فشارونو لاندې باید هغه آدرسونه وتړي. ډیره زیاته مننه. بسیار تشکر از همراهی مهمانات و ایدم و تشکر از همراهی بیننده که بحث ما را دنبال کردن. شما میتونید نظریتون از طریق شماره تلفن 0751 112 با ما در میان بگذارین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.